با درود خدمت همه دوستان، همراهان همیشگی تحلیل تکنیکال، سلام عرض می کنم به همه دوستانی که هر هفته با ما همراه هستند. احمد، علی آرسام، بیتا، سیروز، حسن، حسین علی، سایر دوستان، ایمان، احمد کریمی، مهدی، یه مهدی دیگه، مجید، مهدی کیانی، محمد، محسن، امید و سایر دوستانی که در ادامه وبینار به ما اضافه خواهند شد. امیدوارم که هفته خوبی رو شروع کرده باشین و در واقع از پوزیشنایی که هفته گذشته تو گروه تلگرام گذاشتیم، تو کانال تلگرام بهتره بگم، که دوستان در واقع یه مقدار متشکرم آرسام جان، یه مقدار گیت شدن که ما گروه داریم، در واقع باید بگیم کانال اطلاع رسانی است، گروه وجود نداره. قبلا گروه فیسبوکی داشتیم اما امروز گروهی نداریم و داریم فعالیت میکنیم توی همین در واقع کانال تلگراممون، فقط صرفا هم جهت اطلاع رسانی و آموزش هست. فرود متاسفانه باید بگم که در واقع هفته گذشته خوشبختانه متاسفانه در واقع یه مقدار بیزی بوده، نرسیده که ویدیو رو بذاره دسته بندی کنه، اما این کار رو انجام خواهد داشت، مسافرت بوده، به تبع مرور زمان ویدیو رو خواهد گذاشت، همونجوری که دوستان در واقع تقاضا کرده بودن توی کانال تلگرام در واقع ویدیو به صورت موضوعی، و همینجور منم ازش درخواست کردم حتی توی یوتیوب هم بتونه در واقع موضوعی بکنه، اسم بذاره یا هر عنوان دیگه. دوستان اگه در واقع توی یوتیوب صدا این دوستمون رو کنسل کنم، توی یوتیوب اگه در واقع اگه دوست دارن میتونن به صورت کامنت اون تایتل ها یا تاپیک ها یا در واقع موارد موضوعهایی که ما صحبت میکنیم توی یوتیوب رو به صورت کامنت بزنن تا سایر دوستان هم اضافه بشن و از اون استفاده کنن، تا یه کمک هم به فرود بشه، فرود بتونه موضوع راحت تری، چون بعضا توی یه دونه وبینار یا در واقع توی یه دونه ویدیو ما راجع به مسائل مختلف صحبت کردیم که در واقع کمک بشه به بقیه. در مورد برگزیت محمد خواسته که صحبت کنیم، برگزیت دیگه فکر می‌کنم ما یه ویدیو کامل، یه وبینار کامل در مورد برگزیت داشتیم، الان فکر می‌کنم دیگه برگزیت عبور کردیم، خیلی در واقع دیگه تاثیرگذاری اون چنانی نداره، مگه اینکه در واقع در مورد پالیسی و دیگه از اون ایمپکتش تو بازار رفته کنار. بیشتر الان مسائلی که در واقع باید بگم که مسائل روز بازار هست، مسائل روز ایالات متحده، استاک مارکت ایالات متحده، اینا خیلی چیز طلا هست، بیت کوین هست، یه مقدار شاید برگزیت زیر سایه بیت کوین تقریبا میتونم بگم محو شد، شاید بهترین زمان بیت کوین در واقع همگیر شد، اپیدمی شد به اصطلاح، که در واقع برگزیت با حجم کاهش بود یورو و پوند، پس بنابراین خیلی‌ها به بیت کوین رفتن، یعنی یکی از علت‌های اصلی در حقیقت میتونیم بگیم که این افزایش تقاضا روی بیت کوین شاید به این دلیلی بود، خیلی از معامله‌گران، خیلی از تجار، خیلی از آدم‌های اشخاص معمولی به جای اینکه بیان در واقع روی یورو و پوند سرمایه گذاری کنن رفتن رو بیت کوین، خیلی میک سنس میکنه. در مورد برگزیت یه ویدیو کامل داریم. یه سوالم پرسیدی در مورد سیاست‌های در واقع بودجه زیرساختی که ترامپ در نظر گرفته که باعث تورم میشه یا نه، خیلی نظر خاصی راجع به این ندارم، این خیلی میره توی بحث اقتصاد، به نظر میرسه که حالا زیرساخت کلن باعث تورم هیچ وقت نمیشه، یعنی نداشتن اون چیزی که میکسنس میکنه نداشتن زیرساخته، چون نکته ای که هست شما نیاز به هایرینگ پیپل داری، نیاز داری که در واقع مردم بیشتری رو استخدام کنی، نیاز داری مواد اولیه بیشتر داشته باشی تا زیرساخت داشته باشی، زیرساخت هم چیزیه که میونه در آینده میونه، و
پس بنابراین بیشتر باعث تورم نخواهد شد. برعکس اون چیزی که بانک مرکزی در واقع داره کاری میکنه، اینترست ریت مثلا سال گذشته 3 بار برد بالا، خودش باعث سیاست های تورمیه. یعنی با اهرم تورم در واقع اینترست ریت سعی دارن یه تورمی ایجاد کنن تا ارزش پول کم شه، چون همون جوری که میدونین دلار بیش از حد قوی شده نسبت به سایر ارزها، میتونم بگم خیلی قوی شده. خب این به ضررش هست توی در واقع بازار بین المللی رو از دست میده، چون خیلی از محصولات دلار امروز گرونتر از در واقع مثلا گوشی اپل توی یک کشوری مثل چین، توی یک کشوری مثل نمیدونم ایران، چون گرون شده دلار، دلار بالا رفته، افزایش در واقع اون ارز گرونتر شده، امروز در واقع اون گوشی هم گرونتره. خب به تبع خیلی از بازار رو از دست میده. حالا ایران رو مثال زدم، درسته اپل آفیشالی نیست، در واقع به صورت رسمی نیست تو ایران، اما حالا فرض کنین رسمی باشه، ما اون رو بررسی میکنیم. پس بنابراین خیلی میتونه در واقع کمک کنه. فرض کنین یه نفر تو اتحادیه اروپا بوده، الان 2 سال پیش میخواسته با یورو قوی در واقع اپل بخره، تا امروز با یورو ضعیف در واقع اپل رو بخره. قیمت هم که یکسان باشه به هر حال اون پول بیشتری میده، باید اکسچنج کنه اصطلاح. پس بنابراین به ضرر در واقع سیاست کلی است. سلام جان پاک روان، حتما یورو یو اس تی رو، یورو به دلار تحلیل میکنیم، پوند به ین، من یادداشت کنم، یورو دلار پوند جی بی پی. به خوبیش اینه که همه اینایی که دوستان میفرماین تو در واقع صدا نداری. احمد جان اگه صدا نداری لطفا خودت، نمیدونم چجوری برای توضیح بدم، صدا نداری. یو اس دی به اس جی دی رو خواستن، سنگاپور دلار، اچ وان و دیلی. عموما ما اچ وان و دیلی رو تحلیل میکنیم. میریم سراغ چارتا. امروز میخوام با 2 تا چارت استاکی که خیلی از دوستان صحبت کردن چجوری ما میتونیم دی ترید کنیم، چجوری میتونیم خرید و فروش کنیم. شما 2 دسته استاک داری، 2 دسته میتونی استاک مارکت رو ترید کنی، در واقع قوانینش متفاوته. اگه میخوای در واقع به عنوان کسی باشی که هفته کمتر از 3 تا دونه ترید کنی، شما میتونی با هر بروکری با هر میزان مبلغی حساب باز کنی. این قوانینه که دارم میگم برای ایالات متحده است، هر کشور دیگه قوانین خاص خودش داره، مثلا کانادا قوانین خودش داره، انگلستان قوانین خودش داره، اما ایالات متحده سخت‌ترین قوانین رو برای ترید داره، اونم به خاطر حوادثی که 2008 اتفاق افتاد، بعدش اومدن مارکت رو رگولیتد کردن، یعنی قانون گذاریش کردن. اگر شما میخوای بیشتر از 3 تا ترید باز و بسته کنی در یک هفته، در یه بازه 4 روزه است تو قانون اومده، اسم قانون هست PDT رو، حالا من مینویسم برای دوستان، PDT رو، این یعنی پترن دی تریدینگ. این یعنی اینکه شما به طور متوسط در 4 روز بیش از 3 تا ترید باز و بسته میکنی. پس برای داشتن حساب توی بروکرهای ایالات متحده، شما این قانون بهت میگه باید بیشتر از 25,000 دلار سرمایه گذاری کنی تا بتونی در واقع طبق PDT رول دی تریدینگ کنی. این خیلی نکته مهمه، خیلی از بچه ها کانفیوز میشن بعضی وقتا، مخصوصا بچه هایی که تو ایالات متحده هستن، هی میپرسن که از بروکر ما نوتیفیکیشن گرفتیم اجازه نمیدن دیگه کار کنیم. این یه استثنا داره، برای بار اول اگه این قانون رو بشکنی بهت تذکر میده بروکر، دفعه دوم پول رو بلوکه میکنه تا وقتی که شما به 25,000 دلار برسی اونو باز میکنه. پس برای خیلی مهمه، چون من در واقع شاگرد داشتم 10,000 دلار ترید داشته، در واقع ضرر کرده، بعد 10,000 دلار هم بلوکه کرده، 20,000 دلار آلردی پولش بلوکه است، تا اینکه در واقع دوباره بعد اونو پر کنه تا برسونه به 25,000 دلار. پس این PDT رول فقط مخصوص دوستایی که توی ایالات متحده هستن، تا اونجایی که من اطلاع دارم خیلی ها میان، دوباره راه های مختلفی هست، خیلی ها میان تا زمانی که به اون 25,000 دلار برسن میرن حسابشون رو تو کشور مثلا هاوایی باز میکنن، توی میگم هاوایی باز میکنن، توی کشور دیگه باز میکنن، میان از اونها استفاده میکنن، حالا هاوایی تکس هم نداره. خیلی از این داستان ها هست که میتونی قانون رو در واقع بند کنی و در واقع ازش استفاده کنیم، مثل کاری که خیلی از بچهای تریدر فارکس ما انجام میدن،
میگم یه حساب ببرین، در واقع ببرین توی کشور سوم تمرین کنین، حداقل میتونین تمرین کنین، بعد به یه حدی رسید سرمایه گذاری اصلیه برین تو کشوری که دارین زندگی میکنین. مثلا آلمان رو مثال میزنم، خیلی از شاگردای من از آلمان هستن، خب 50% دارن تکس میدن، به تبع خب یه مقدار اون اوایل 50% تکس دادن رو پولای سودای کم خیلی زیاده براشون، پس بنابراین میتونن توی کشور سومی داشته باشن. شما همیشه تو هر قانون کشوری شما میتونین توی کشور دیگه سرمایه گذاری کنیم و هیچ چیزی منع قانونی نداره. خیلی از بچه ها سوال پرسیده بودن با خیال راحت. نکته ای که از هفته گذشتم اشاره کردم، شما اول از همه بیشتر از این که به فکر، در واقع ما این همه قوانین رو بروکرها رو معرفی میکنیم، اما بیشتر از این که در اوایل فکر حساب باز کردن باشین، فکر تمرین باشین. لطفاً اگر در واقع تمرین کافی رو نداشتی، تجربه کافی رو نداشتی، ترید نکنید. یعنی به راحتی بهتون میگم، من خودم بعضی وقتا ترید نمی کنم، ترجیح میدم بازار رو نگاه کنم بیشتر به نفعمه. امروز مثلا سهامی که میتونم بهتون معرفی کنم خیلی خوب بود، البته اول از همه ما بریم سراغ در واقع اوورال مارکت. اوورال مارکت که در واقع هفته گذشته دیدیم خیلی از بچه ها گفتن این بازار سقوط کردنی نیست، اما دیدن که این بازار به راحتی سقوط هم خواهد کرد. در واقع هفته گذشته شاید میتونم بگم یکی از سختترین هفته ها بود، حداقل برای خود من. خدا رو شکر ضرری نکردم، چون تریدی نکردم، چون بازار رو دیدم و هفته گذشته اینجا بود، روی این حرکت بود که خیلی از بچه ها گفتن برمیگرده برمیگرده. من همیشه اعتقادم بر اینه، باید با بازار همراه شو. اگه میبینی بازار داره میریزه، داون ترنده، هیچ وقت در واقع چی میگن، با تعصب بهش نگاه نکن که این حتما برمیگرده. معاملت رو ببند، اگه تو ضرره باید معاملت بسته شه، معامله تو سود رو میشه نگردش، اما وقتی داری میبینی بازار با یه کندل قوی، حالا من یه مقدار امروز دلم میخواد که روی این چارت صحبت کنم، چون اشکال خیلی از بچه های وقتی که بازار میاد داون ترند میشه، در واقع اشتباه های عدیده میکنن، هی میان به معاملات با خودشون اضافه میکنن و وحشتناک میتونه ببره. وقتی شما میبینی یه کندل قوی داری، این کندل طولشو، یعنی یه کار خیلی، یه خطکش بذار طولشو اندازه بگی، بعد ببین نسبت به کجا. الان نگاه کنیم اینجا، در واقع تا ماه در واقع اکتبر تا سپتامبر همینجوری عقب بنی، شاید تا 2016 اگه اشتباه نکنم، یه کندلی با این زخامت نزولی نمیبینی. پس این داره یه نکته یا میگه، داره میگه بازار سولاف شده، اصطلاحش میگن sold off، یعنی بازار سله، بازار جهتش پایینیه، کسی خریدار نیست اون بازار. تو بازاری که کسی خریدار نیست، سعی نکنین تنها خریدار شما باشین. بازاری که همه فروشندن، شما نرین بخرین، این سود براتون نداره، ضرر داره. و فرداش در واقع اومد پایین تر تا این رنج اومد پایین، و باز هم خیلی حالا اعتقادشون بر این بود که بازار ناگهان برمیگرده، اما جالبیش اینه که روز سوم هم بازار به این صورت شد و یه دوجی ما داشتیم که بعد این دوجی، اتفاقا هفته گذشته من سر این دوجی هم کلاس آنلاین داشتم با بچه ها صحبت میکنم، کاملا خود این دوجی میتونه سل پوزیشن باشه. حداقلش اینه که اگه سلم تو دا جونز نمیتونی بگیری، تو SPY S&P نمیتونی بگیری، تو نیویورک اکسچنج مارکت نمیگیری، حداقلش اگه استاک تریدری حواست باشه که ترید نکنی، بای نکنی. حداقلش اینه که حواست اگه استاک تریدر هم نیستی به USD باشه، چون USD میریزه. 500 تا شرکت برتر ایالات متحده تو یه هفته در واقع سهامشون اومده پایین، به تبع خب نشون میده اقتصاد ضعیف شده، به تبع نشون میده USD به در واقع CGF یا USD به هر چی ضعیف شده، ارز USD در واقع ارزشش رو از دست داده، بورس یک کشوری داره میریزه، 500 تا شرکت برتر، یکی از این 500 تا اپله، یکیش آمازونه، یکیش گوگله، با حجمای وحشتناک. خود هفته پیش گفتم خود اپل میخواد در واقع در 5 سال آینده 250 بیلیون دلار در واقع کش وارد در واقع ایالات متحده کنه. رقم کمی نیست این پولا. یکی از اون شرکت ها اپله، یکیش آمازونه، گوگله، نمیدونم اینتر، 1500 تا دیگه از این قبیل هست، تسلا، اسپیس ایکس.
انقدر شرکت های قوی هستن که بوئینگ یا اون یکی چی بود یادم نیست، فکر کنم بوئینگ ایالات متحده است، اون یکی در واقع فرانسه است، یادم ایرباس فرانسه است فکر میکنم، حالا یکی از این دوتا خیلی در واقع چیزه. نه بله بله آرسام جان، سه تا معامله که شما به محض که بیشتر از سه تا معامله باز و بسته کنی در واقع اون پی دی تی روله، میشی پترن دی تریدر، کسایی که برسی الگویی دارن مرتب هر روز دیلی هن دی تریدر هن. پس بنابراین خیلی مهمه که بدونی. حالا باز اگه در واقع سوالات بیشتریه نوشتم پی دی تی رول، میتونین سرچ کنین بخونین، حتما اطلاعات مهمی بهتون. و بعد سولد آف شد امروز در واقع جمعه، یه مقدار بازار واکنش نشون داد، امروز اومد از های روز جمعه بالاتر زده شد، پس امروز یه مقدار میتونم بگم حالا لااقل خیلی از کمپانی ها یه حرکت روبه بالایی رو داشتن دیگه. خب به تب بعد از این حرکتی که شاید بهتون بگم 2000 نزدیک 3000 واحد، شما اگه 3000 واحد رو تقسیم بر 26000 واحد کنیم فکر می‌کنم 1 به 13 در میشه 8% در واقع، شاید کمتر 7.5% بازار تو یه هفته نزول داشته. پس بنابراین به تبع یه مقدار الان حرکتش نامنظم خواهد شد، یه مقدار پول بک خواهد زد. امروز چیزی که تو سهاما از نظر من جلب توجه میکرد، البته من خودم فن و در واقع طرفدار سهامای ارزون چیپ هستم به خاطر اینکه راحت تر میشه ترید کرد، اذیت نمیکنن، در واقع شاید حجم بالای سرمایه نمیخوان، پس بنابراین میتونید ترید کنین و ازش استفاده کنین. یکی از سهام هایی که در واقع امروز خوب بود همین مولکولار دایگنوستیس بود، HTGM بود، در واقع الان یه چیز هولوش شاید 28% در حقیقت حرکت کرده، اینجا ابتدای شروع بازار بود، تریدی که بود یه ترید اینجا بود میشد بای زد، یه ترید هم اینجا بود بای زد، الان که بازار دیگه یه مقدار رفت تو رنج شاید هم بریزه، اما این دوتا رو میشد ترید کرد و نزدیک تقریبا 75 سنت گرفت. حالا بعضی از بچه ها خواستن حساب کتاب کنن، این تایمش M5ه، معمولا استاک مارکت اگه دی تریدینگ میکنی رو تایم های پایین باید باشه، 2 ساعت اول بازار، از لحظه شروع تا 2 ساعت تقریبا میشه 1 ساعت پیش، خیلی مفید تره اگه استاک مارکت. 75 سنت میخوایم ببینیم چقدر میشه، اصلا بگین 50 سنت، شما روزانه 50 سنت بگین، فرض کنین شما الان این سهام 4 دلاره، شما 1000 تا از این سهم رو میخرید، 1000 تا این سهم در واقع میشه 4000 دلار. نکته ای که هست هر بروکری به شما 6 برابر در واقع مارجین میده، 6 برابر پولی که دارین در واقع باینگ پاور میده، یعنی شما برای 4000 تا برای 1000 تا سهام خریدن توی این استاک شما نیاز به شاید 900 تا دارین، حالا ما میگیم 1000 دلار سرمایه، این سرمایه اولیت، این باینگ پاوری که میده 1000 تا تقریبا 1000 تا سهام که بخرین میشه 50 سنت که بره بالا میشه در واقع 500 دلار سود کردین، یعنی 50% سرمایه اولیتون اضافه کردین. این یه تریده. یه ترید دومی هم بود در واقع اگه من خاطرم باشه اینجا FNGN بود که اصلا تو اسکنر ما اومد بالا، همونجوری که میبینین یک با یک گپی در واقع پری مارکت رو شروع کرد، ساعتهای قبل از ورود به مارکت، و در واقع خیلی قشنگ اینجا به ما بای داد و اومد بالا. FNGN البته FNGN نبود، اجازه بدین من فکر میکنم HTGM FNGN، همین FNGN بود. بر الان یه تیولوش 34% در واقع این سهام اومده بالا،
34%. حالا شما وقتی مقایسه میکنی با سهام اپل، حالا اگه بیایم رو اپل، یه سهامی که 34% اومده، اپل رو میخوام ببینم امروز چی کار کرده. اپل نهایت 1%، 2%، 3%، چون سهام گرونیه. خود اپل هم امروز بالا اومد و میتونستین در واقع اگه تریدر خوبی بودین اینجاها بای بزنین تو عدد 159 و الان 163. منتها شما نگاه کنین اونجا یه دلار میره میرسه به 3 دلار، بعضن 2 دلار، 2 دلار و نیم، 1 دلار و نیم، اینجا 159 دلار در واقع شده 162 دلار. دو تا نکته است اینجا. برای استاک های گرونتر شما سرمایه اولیه بیشتر نیاز داری، تعداد سهامی که میخری کمتره، سودت هم کمتره. اما سهام های ارزونتر در واقع با سرمایه کمتر وارد میشی، با تعداد استاک بالا، حتی با موو با پایین تر، یعنی 50 سنت هم حرکت کرد اوکی، منتها اپل باید بذاری 2 دلار 5 دلار بره بالا. یعنی خود سهامای گرون در واقع خودشون از دی تریدینگ خارج شدن و سودش هم شاید بیشتر باشه، مخصوصا برای حسابای پایین تر. حالا اپل خیلی حالا گرون نیست، ما سهام داریم از اپل هم گرون تر، همتون هم شاید میشناسید. امروز ببینیم آمازون چقدره. 1370 1380 دلاره. نکته ای که از هر یه سهمش 1380 دلار، شاید من یه سهمش رو بیشتر نتونم بخرم معامله کنم، یعنی بعدم تازه اون خیلی بره بالا امروز شاید بره مثلا بشه 1400 تا، من 20 دلار سود کردم یه دونه سهم، 10 تا سهمش میشه 13800 دلار. خب یه مقدار ریسکی داره و هر چی سهام گرونتر میشه خب تعداد عرضه تقاضاش بیشتر میشه. شما یه چیزی داریم به نام شناوری، شناوری اپل و در واقع تعداد سهام اپل و آمازون که تو بازار هستن وحشتناک زیاد. این از بحث سهام که خیلی از دوستا گفته بودن، گفتم یه در واقع تاچی داشته باشم. ما بیت کوین رو داریم، بیت کوین همچنان در واقع دیگه میشه گفت توی یه حرکتی قرار گرفته که ایدئال از نظر من. اینجاست که این حرکت رو باید ببینیم چه اتفاقی میفته توی این ناحیه، یعنی هر کسی ترید کرد از این ناحیه سود برد میتونه با بقیه دوستان اشتراک بذاره، میتونه بیاد و صحبت کنه راجبش. کاملا ما داریم میبینیم چه اتفاقی میفته، داره قله پایین تر میزنه. اجازه بدین بشکونه اینجا، برگرده پول بک کنه، سل بزنید. اینجا خیلی ناحیه مناسب سل بیت کوین تو تایم فریم H1 صحبت میکنیم راجبش. حالا اگه برین M15 یا M30 این اسکیل بزرگتر شده، خیلی فرق نمیکنه. اگه اوورالش هم بخواین در نظر بگیریم، بریم توی دیلی، در واقع چیزی که میبینیم همون رفتاری که هفته پیش ما راجبش صحبت کردیم، الان داره یه دونه کاملا یه دونه قله داره تشکیل میده، باید ببینیم چی میشه. خیلی قیمت حرکت کرد. این البته نمودار بیت کش هست، الان داریم نگاه میکنیم. بیت کوین در واقع این زیریشه، این بیت کوین. بیت کوین رفتارش یه مقدار شاید متفاوت تر باشه از دیلی. میایم دیلیش یه مقدار داره نشون میده که این حرکت شاید بتونه تبدیل به صعود بشه، اما شواهدش الان کم، الان هنوز دو تا در واقع لو پشت سر هم زده نشده. اولیش زده شده، اما اگه این زده بشه امروز تثبیت بشه میتونیم بگیم آغاز یه روند خواهد بود. باید صبر کنیم دیلیش در واقع به ما نشون بده که بازار داره به سمت بالا میره. پس بنابراین خیلی مهمه این دره اول، دره دوم امروز تثبیت میشه، اما همچنان اوورال روند این بازار نزولیه. پس دقت کنیم که در واقع خیلی الان جایی برای خرید نیست. شاید قیمت پایین باشه، اما خب به هر حال یه مقدار ریسک همراهه، شاید اگه بخرین بیاد پایین. اولین جایی که میشه خرید از نظر من کجاست؟ یه بار نگاه کنم دوباره دیلی رو. دیلیش که جای خاصی رو نداره، H1 اگه نگاه کنیم
اچوان فکر میکنم دو تا لوله، یکی در واقع 9382 هست، یکی این لوله بین 9000، در واقع میتونم بگم 80 دلار فا بین این دو تا لول اجازه بدیم بشکونه، باید بشینیم شکست رو نگاه کن، فول بادی بریک اوت برگرده تو این ناحیه بره بالا. اینجا تو این ناحیه فکر میکنم از هولوش 9000 تا 9083، حالا میگیم 9100، در واقع بهترین جا برای خریده اگر روند صعودی ادامه داشته باشه. خیلی نکته مهمیه، اگر روند صعودی ادامه داشته باشه. این از بیت کوین. میریم سراغ چارت بعدی، اویل هست. نفت باز یه مقدار رفت بالا، رسید روی کانال 71 دلار و برگشت. الان امروز 63 دلار، 7 دلار ریخت. دلیلش میتونه هر دلیلی باشه، ما خیلی به دلایل کاری نداریم. یورو یو اس تی هم چشمنی جان. اما نکته ای که هست، اویل در واقع اگر این لول رو شیکون و برگشته داره پول بک میکنه 64 دلار، و در واقع این لول 61 دلار خیلی مهمه برای اول. اگه هولد نکنه میتونه قیمتش پایین تر از این هم بریزه. میریم سراغ طلا، نمودار طلا فیوچرز. طلا توی یک ناحیه فوق العاده قوی الان هست و میتونه یه بایی بده که در واقع تا چندین ماه اون بالاش باشه، و همون ناحیه از 1362، نمیدونم چند نفر از شما متولد 1362 این میتونین به یاد بسپرین، این عدد رو میتونین یادتون باشه. در واقع 1362 عددیه که در واقع میتونه نقطه‌ای باشه که در واقع طلا برمیه، همونجوری که میبینید چندین بار در واقع طلا به این ناحیه برخورد کرده، واکنش داشته، حتی یه بار تا 1100 دلار هم ریخته، 200 دلار ریخته. اما باید ببینیم این بار چجوری میشه. به نظر میاد الان شواهد جوریه که داره نشون میده لوهای بالاتر داره میزنه، همین امروز داره یه لوه بالاتری میزنه اگه نگاه کنی. پس بنابراین میتونیم امیدوار باشیم بیاد بشکونه این لول رو، برگرده پول بک کنه و اینجا یه بایی داشته باشیم. خب بریم سراغ چارتای فارکسیون. اول از همه میریم سراغ اخبار. میریم سراغ اخبار، در واقع ببینیم خبرهای این هفته پیش رومون چه. خیلی سریع از اخبار رد میشم چون دوستان دیگه فکر میکنم در حقیقت خیلی به اخبار مسلطم. امروز دوشنبه در واقع روی ین بانک مرکزیش در واقع تعطیل بود. ما در واقع فردا یه خبر داریم روی CPI پوند، نیم ساعت قبل نیم ساعت بعد ترید نکنین، داره نشون داده میشه که در واقع یه مقدار به نظر میسه کاهش داشته باشن. باید ببینیم روز چهارشنبه روز UST خواهد بود. یه گزارش اینفلیشن داریم روی دلار نیوزیلند، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، عددش 2% بوده قبلا. ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر چهارشنبه 4 فوریه که روز ولنتاینز دی هم هست، در واقع CPI، کور CPI، کور ریتیل سیلز و اویل اعلام خواهد شد، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی بازار ایالات متحده. روز پنجشنبه در واقع یه بانک هالیدی داریم، بانک آف چاینا، و در واقع دو تا خبر ایمپلویمنت چنج، آن ایمپلویمنت ریت روی استرالیا داریم، پی پی آی داریم روی در واقع دلار که میتونه در واقع شاخص خوبی برای تکون دلار باشه چون دوره قبل منفی بوده، این دوره پیش بینی که میشه مثبته. روز جمعه 16 فوریه هم در واقع نیوزیلند یه خبرهایی هست که از هر در واقع جوف ارزی میشه گفت یه دونه هست، یه دونه تاک داریم روی دلار استرالیا، گاورنر لویی صحبت خواهد کرد. روی چین دوره یه دونه تعطیلی داریم، ریتیل سیلز بریتانیا رو داریم و بیلدینگ پرمیت ایالات متحده. نکته ای که راجع به این هفته باید بگم، البته هفته آینده است، در واقع ماندی هفته آینده دوشنبه بنک هالیدی خواهد بود روی ایالات متحده، پرزیدنت دی خواهد بود، بانک های ایالات متحده تعطیله. پس دوستانی که در واقع حالا چین هم اگه نگاه کنید یه هفته تقریبا تعطیل خواهد بود، علتش فکر کنم نشنال اسپرینگ فستیواله،
در واقع یه هفته چین تحت اونایی که یوان ترید میکنن در واقع یه مقدار حواسشون باشه. پس بنابراین هفته آینده دوشنبه به احتمال زیاد ما وبینار نخواهیم داشت، چون در واقع ایالات متحده تعطیله، بانک‌ها تعطیلن، خیلی حرکت خاصی توی بازار نخواهد بود. باز توی در واقع گروه اعلام خواهد شد که ما وبینار خواهیم داشت یا نخواهیم داشت. میریم سراغ چهارتا. یورو یو اس تی خیلی راحت، قبلا توضیح دادم چارت رو، نمیدونم منظور چیه. بالا سرچ میکنی، این بالا میزنم، بزنم یورو یو اس دی، یه اینتر میزنم، میاد تو اینجا تکنیکال چارت رو که بزنی میاد سراغ تکنیکالیش، اینجا اطلاعات زیادی میده بهت، میاد روی تکنیکال خیلی راحت. این تبلیغات ما هم نیست، تبلیغات محیطیه که میاد، در واقع خیلی بهشون اهمیت ندیم، تبلیغات زیاده تو این بازار. بعد میاد اینجا، اینجا هم فول اسکرین میکنین به همین راحتی. یورو یو اس تی از دیلی شروع میکنیم، دیلیش که داره به ما نشون میده یه حرکتی بوده رو به بالا، الان اومده یه مقدار پول بک زده، یه مقداری سه تا کندل آخری قرمز خیلی داون ترند بوده، یه مقدار باید حواسمون بیشتر باشه. خیلی در حقیقت ناحیه خاصی رو الان نداریم وقتی داریم نگاه میکنیم، باید ببینیم توی تایم فریم های دیگه در حقیقت چی داریم. تایم فریم H1 یه کارکتیو داریم، حالا برای بیان بهتر میرم تو MC، همون جوری که میبینین یه ناحیه بسیار عالی کارکتیو توری داریم برای در حقیقت یورو یو اس دی. اگر بای میخواین بزنین دو تا سناریو، اجازه بدین از بالا بریک اوت کنه، پول بک کنه، بای بزنین به همین راحتی. اگه میخواین سل بزنین از پایین برگرده پول بک کنه. احتمال بایش به نظر من بیشتره چون یو اس دی مقدار ضعیف شده. حالا بعد باز باید ببینیم، باز میگم احتمال، هیچ چیزی تو این بازار 100% نیست، باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. هیچ چیزی در واقع صرف نیست که ما بگیم دقیقا در واقع همون اتفاق خواهد افتاد. CRNT نمودار بعدی که میخوایم بررسی کنیم چیه؟ پوند به ینه، همینجا دیگه تکونش میدیم، GBP GPY GPY در واقع یکی از نمودارهای خوب امروزمونه. چارت رو بعد یه بار دیگه من بیارم تا بتونیم که نگاه کنیم. از رو همین ادامه میدیم، فرقی هم نداره. حالا پوند به ین رو داریم، این سراغ پوند به ین تایم دیلیش کاملا میتونم بگم حرکت داون ترند، کاملا مشخص داون ترند، یه داون ترند خوشگل جدید چک گرفته، یه دونه لول، یه ناحیه، یه زون ما اینجا داریم روی قدرت 150.21 که الان دقیقا عد لوله، یعنی قیمت دقیقا تاچ کرده اونجا رو، اونجا استاک شده وایساده، اونجا جاییه که در واقع بایرا و سلرا نشستن. یه ناحیه دیگه داریم 147.79، ناحیه بسیار مهمیه. تایم فریم رو میایم پایین تر توی H1 چیزی که ما داریم میبینیم در واقع حرکت قیمته، اما یه نکته ای داره این حرکت قیمت. الان اگه اینجا نگاه کنی یه الگویی میبینی، من کوچیکترش میکنم
زون رو ناحیه رو ببینیم چه الگویی میشه دید. دوستانی که الگو دوست دارن کاملا این یه الگوه، کاملا میتونین این رو به صورت یه الگو ببینید. یکی میگه M، یکی میگه W، یکی میگه Crab، یکی میگه Butterfly، یکی میگه نام هدن شده، هر چیزی میتونه این الگو باشه. نکته ای که هست به خاطر حرکت دیلی شما میتونین اینجا سل رو بگیرید. USD به در واقع سوئیسی رو دوستان سوال کردن. سوئیسی در واقع من گذاشته بودم، سوئیسی حرکتش خیلی حرکت جالبی است توی تایم فریم دیلی. حرکت کاملا نزولی بوده، اومده بریک اوت کرده از این لول، از این ناحیه کاملا بریک اوتش قابل دیدن بوده. این بریک اوتی بوده که شیک گرفته، اومده برگشته پول بک زده، ما اینجا وارد معامله شدیم، همچنان معاملمون بازه. خیلی از بچه‌ها گفتن کی ببندیم، نمودار دیلیه، رو تایم فریم دیلی شما ترید کردیم، پس حالا حالا باید صبر کنید، شاید یه هفته دو هفته هم طول بکشه که صبر کنید که ببینید چه اتفاقی. بعضی معامله ها اینجوریه، انقدر سری نمی. حسین علی جان، اسکنر در واقع یه چیزی هست، یه برنامه است نوشته میشه، شما میتونین استفاده کنین ازش. من برای خودم دارم که میاد استاک مارکت ها رو بر حسب اون حجمی که همین الان دارن ترید میکنن میاره بالا، نشون میده الان تریدرها رفتن رو چه حجمی، رو چه معامله. شما میتونی در واقع لیمیت گذاری کنی، مثلا بگی تو این اسکنر چیزایی که مثلا بالای 1,000,000 بار داره ترید میشه در ثانیه، در یه دقیقه، در 10 دقیقه، در یه ساعت، در شبانه روز گذشته رو بیار بالا. نمیدونم استاکای بین قیمت 1 دلار تا 5 دلار، یا استاکای بالای 100 دلار، استاکایی رو بیار که در واقع میتونی بعضا استراتژی تعریف کنی، الگو مثلث میده. این اسکنر در واقع خیلی کمپانی ها هستن این کار رو میکنن و برنامهش رو نوشتن، صرفا شما میتونی برای خودت پارامترها رو اونجا بذاری در حقیقت و ازش استفاده کنیم. برای استاک مارکت خیلی اسکنر تقریبا میتونم بگم همه تریدرها استفاده میکنن، چه اسکنرهایی که حرفه‌ای ترن مثل تریدینگ ترید آیدیا، چه اسکنرهایی که در واقع خود بروکرها بعضن میذارن، مثلا بروکرهایی مثل چارلز شواب، مثلا هم دست تریدر، شورت تریدر، اسپید. هر بروکری معمولا اول صبح برای شما یه سری لیست میفرستاده که اینا بیشترین گپ ها رو داشتن شب گذشته، نمیدونم هات ترین استاک ها هستن، بیشترین حجم رو داشتن. هم میتونین اونا استفاده کنین، هم مثل من برای خودتون. به طب اگه بخواین خیلی تو مارکت اکتیو باشین باید اسکنر لحظه ای داشته باشین. پس اینم از در واقع معامله ای که همچنان بازه، همچنان باز. خیلی 9445 لولش لول خوبی بود از نظر من. قبلا تاچ داشتیم، قبلا چند بار تاچ داشتیم و الان داره میشکنه، نشون میده یو اس دی داره یه مقدار ضعیف میشه. حتی ضعف فرانک سوئیس هم هست، چون پوند به در واقع سوئیسی هم همین حالت رو داشت، یا کد به سوئیسی. اگه کد به سوئیسی هم نگاه کنین تقریبا میتونم بگم این حالت داشت، منتها لول خاصی نبود، حرکتش رو بپایم. یه ترید دیگه هم پاوند به سوئیسی بود تو تایم فریم دیلی که در واقع خیلی خوب بود این لولش. اینا چیزاییه که حالا من سر کلاس های آنلاین هم به بچه ها میگم دیگه، نه به قول معروف شاهد باشه کسایی هستن که ترید میکنن اینا رو لایو، راحت میتونین ازشون بهره ببرین. بله خب، این در واقع اومد شیکون، خیلی جالب بود، اینو ما بهش میگیم پول بک زدن. اومد شیکون این لول و بعد چه الگویی داد، چه کندلی داد، یعنی کاملا این کندل اومد نشون داد فشار سلرا رو. اینجا در واقع میتونست توی این ناحیه سل ما باشه و اینجا که عبور کرد، خیلی از تریدرهای تازه کار اینجا سل زده بودن، اینجا به اینجا رسید تریدر تازه کار در واقع تازه ریسک فری شد، اما تریدر حرفه‌ای دو برابرش سود کرد. اهرم در واقع ریسک مانی منیجمنت که استفاده میکنین خوبیش همینه، توی هر کاری شما ریسک منیجمنت داشته باشین میتونین تون کار موفق باشین. یو اس دی به سنگاپور دلار رو بچه ها خواستن من بیارم.
دیلیش رو نگاه میکنیم. دیلیش خیلی جالبه، یکی از چیزهایی که خیلی راحت میتونین شما ترید کنین، کاملا حرکت رو به بالا، خیلی کم هست این حرکت رو به بالا، خیلی گراجوالیه، خیلی در واقع به تدریج، اما میتونیم بگیم خیلی خوبه. اینجا در واقع ما یه ناحیه داریم که الان اد لوله، اتفاقا صبح هم تو واچ لیستم بوده، یعنی شما وقتی واچ لیست ها رو دوره کنین یه آیدیایی میگیرین، حتی میتونیم بگیم واچ لیست خودش یه نوع اسکنر برای دوستانی که تازه کار هستن، میتونن ازش استفاده کنن، میتونن در واقع ازش بهره ببرن، میتونن در واقع دنبال کنن بازاری که هاته. یه نکته ای در مورد این چارت هست که من دوست ندارم، اونم اینه که در واقع این کندل قرمز دو تا کندل قرمز داره و دو بار، یه بار اینجا و یه بار اینجا قیمت اتند کرده که این هایو بشکونه، تلاش کرده این هایو بشکونه اما نتونسته، دوباره برگشت. این یه مقدار باعث میشه که من شک کنم در واقع، شاید من هر موقع از این پترنا میبینم یه مقدار فکر میکنم، میگم خب دو بار در واقع بایرا موفق نشدن، حالا یه مقدار خوشبینانه از اگه بگم بایرا دوباره بار سومم در واقع میان تلاش میکنن، چون یه نکته ای که خیلی مهمه اینجا توی در واقع حرکت اول همیشه تعداد بایرا ماکسیمومه، حد اکثر تعداد خودشه، دفعه دوم کمتر میشه، دفعه سوم خیلی کمتر میشه نسبت به دفعه اول، به خاطر اینکه خیلی ها ضرر کردن، خیلی ها سود کردن، خیلی ها در واقع معامله باز نمی کنن، خیلی ها ریسکشون پایین تر میاد و در واقع خیلی ها مثل من اصلا ترجیح نمیدن دیگه، دفعه دوم میبینن، یا حتی تو استاک مارکت تو هر چیزی، حتی شما میبینین که دو بار حرکت کرده، حتی میتونم بگم از این لول یا ناحیه 1.839 اینجا فالس بریک اوت داشتیم، یعنی نشون داده بریک اوت شده اما فالس شده. خب اینا همه در واقع داره به من میگه که یه مقدار محتاط تر باشم راجع به این چارت، نه اینکه ترید نکنم، اما میشینم در واقع نگاه میکنم این روند رو، میشینم نگاه میکنم چه اتفاقی خواهد افتاد. ایدئال ترین اتفاقی که بیفته اینه که بشکونه این ناحیه رو، کاملا بشکونه این ناحیه رو با کنده، فول بادی بریک اوت کنه، برگرده پول بک بزنه، اون موقع در واقع عالی میتونه باشه، الگوی بت میتونه باشه، هر الگوی دیگه میتونه باشه، در واقع به من اونجا داره میگه که اونجا بهترین جا برای سله، به جای بای ترجیح میدم با سله رو انام، چون قدرت سله رو بیشتره. AUD و USD خدا رو شکر که گرفتی. AUD USD من این لول ها و ناحیه ها رو پاک کنم ببینم اوورال بازار، در واقع ما یه ناحیه اینجا داریم، یه ناحیه هم این پایینش داریم، در واقع دقیقا هم اومد خورد به این ناحیه برگشت بالا، اما نکته ای که هست در واقع خیلی قدرت سلرا بیشتره نسبت به بایرا، بایرا الان که خورده به اینجا دیگه خب یه مقدار از تعداد سلرام کم شده، دارن مقاومت نشون میدن. H1ش چیز خاصی رو نمیبینم، در واقع M15ش هم شاید خیلی رندوم وار باشه، اما میتونم بگم که یه ناحیه اینجا وجود داره، ناحیه 78 38 که در واقع یه بار فالس بریک اوت شده دیگه ارزش خودش رو از دست داده. خیلی AUD USD الان دیگه خوب نیست، سر صبح خیلی خوب بود حرکت تا قبل اینکه این فالس بریک اوت رو بده، به محض اینکه فالس بریک اوت جایی میبینین برین چارت بعدی، سعی نکنین مجبور باشین که ترید کنین، سعی کنین بهترین چارت رو ترید کنین. خب این از این دوستان میتونن سایر در واقع چارت هایی که میخوان و بفرستن توی یه رو به آینده، میخوام راجع به یه موضوعی صحبت کنم به نام در واقع کنترل. من در واقع توی ویکند گذشته طبق فالوآپی که دارم به خیلی از شاگردامون، در واقع شاگردای گذشتم، چون اول هر ماه باید استیتمنت بفرستم برام، معمولا فالوآپ میکنم نتایجشون رو ببینم، چون دوست ندارم معمولا وقتی میبینم همه بچه ها پازیتیو ماهشون، وقتی که یه نفر در واقع
منفیه یه مقدار برام جای سواله که داره یه کاری یا اشتباه انجام میده یا یه برداشت اشتباه انجام. یکی از بچه ها برای من یه متن خوبی رو ایمیل کرد، در واقع فرستاد، که خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد و دوست داشتم که امروز صحبت کنم. در واقع مدتی از کلاس آخرش گذشته و در واقع داره که وارد در واقع با دمو کار کرده، توی اون مدت خیلی خوب بوده، اما خیلی جالبه به اون سودی که باید بوده نرسیده. من میتونم عین ایمیلش رو بخونم، ولی من متاسفانه به اون سودی که باید بوده نرسیدم. حالا خود این یه نکته منفی داره. مشکل اصلی منم اینه که از لحاظ روانی نمیتونم کنترل روی خودم داشته باشم. مشکل اصلی این است و این مشکل که با این که من میدونم استراتژی چیه، این هیجان بازاری که به من اجازه استفاده درست از استراتژی رو نمیده و من ضرر میکنم. گفته که در واقع نمیدونه چرا نمیتونه روی خودش کنترل داشته باشه و امیدواره که بیشتر روی خودش کار کنه. یه مقدار خواسته که ما صحبت کنیم. چند تا نکته است. نکته اول اینه که به اون سودی که باید میبوده نرسیده. خب حالا این یه تعریفی داره، هر کسی، چون من یه ایدئالی میذارم به بچه ها میگم بالای 7%، فکر میکنم منظورشون 7% بوده، اما میخوام بگم شما هر روز که توی بازار دووم میاری داری سود میکنی، حتی اگه ضرر بدی. هر روزی که توی بازار داری بیشتر فعالیت میکنی، بازار رو داری نگاه میکنی، هر یه چارتی که درست تحلیل میکنی بهت داره کمک میکنه برای آیندت. امروز شاید نتیجهش رو نبینی، فردا نبینی، اما یک سال دو سال آینده خواهی دید، چون وقتی اینا رو همه چارتا رو جمع میکنی، کالکت میکنی. برای همینه که من میگم اسکرین شات بگی، اشتباهاتتو بنویس، بزن. مثل شما یه پزشکی هستی که درسش رو نخوندی، با عملی داری یاد میگیری، شما عملی داری کارتو یاد میگیری. یه چیزیه که داری در واقع صحیح و خطا میکنی، حتی اگه استراتژی داری. پایبندی به استراتژی شرط اوله، اما همون جوری که گفته در واقع از لحاظ روانی نمیتونه کنترل داشته باشه. خود این نکته بار منفی داره، یعنی خودش داره میگه که من از لحاظ روانی نمیتونم کنترل داشته باشم. هیچ کسی تو رو مجبور نکرده ترید کنی، هیچ کسی با اسلحه نشسته، هیچ نیروی تو رو در واقع مجبور نمیکنه ترید کنی. هیچ چیزی، خودت تصمیم میگیری که کلیک کنی. یعنی مغزت تصمیم میگیره میگه ترید کن، شما موسو تصمیم میگیری ببری روی دکمه بای، تصمیم میگیری انگشتتو بیاری روی کلیک راست موسو بزنی، تصمیم میگیری تیک پروفیت. یعنی شما 7 8 10 تا تصمیم میگیری، بعد میگی نمیتونم کنترل داشته باشم. کاملا من با این حرف مخالفم. شما کاملا بر اساس کنترل داری ترید میکنی، رو همه چی کنترل داری. حالا بحثش اینه شما کنترل درست داری یا غلط داری، شما در واقع داری جایی که باید ترید کنی یا نباید. یه بحثی گفته در مورد هیجان بازار، اون دیگه اون حقیقته. میبینی بازار حرکت میکنه، دوست داری بری، فهم میکنی از بازار جا موندی، ترید نکن. دو روز اصلا، همین امروز تا دو روز آینده بازار اصلا نگاه نکن. به خاطر همین من بچه‌ها میگم یه دونه ضرر دو تا ضرر پشت هم که میکنین بنویس، یه هفته بازار رو نبینین، اصلا نگاه نکنین، هیچ اخباری گوش ندین، هیچ چیزی نبینین در مورد بازار، چون بعد سه روز برمیگردین ببینین چیزی از بازار از دست ندادی. این بازار سالها قبل شما بوده. اگه اینجوری باشه که ما باید افسردگی بگیریم که وای بازار رو از دست دادی، من 30 سال بازار رو از دست دادم، من میتونستم از 2 سالگی تا الان میدونی چقدر ترید کنم. اما یادتون باشه ما برای تعداد ترید اینجا نیستیم، ما اینجا نیستیم که تعداد تریدامون رو بالا ببریم، برعکس. هر روز باید محدود کنیم تعداد تریدمون رو، هر روز باید کاری بکنیم تریدای درستمون اضافه بشه. توی در واقع دنیای تریدینگ، توی هر در واقع هر سال یه فصلی از ضرر هست. مهمی نیست که اون فصل رو کی می‌بینی، مهم اینه که اون از اون فصل عبور کنی، از اون دوره ضرر عبور کنی. خیلی سخته، باید حجم تریدتو بیاری پایین، باید در واقع نگاتیو تاتسش رو ببری بیرون، باید رو سودای کمتر بشینی تا اون اعتماد به نفستو گین کنی. حتی تریدرهای بزرگ، حتی کسایی که در واقع حجم تریدشون، سود تریدشون شاید میلیون دلاری، 100,000 دلاری روزی، اونام روز منفی دارن، همه دارن. پس اگه ضرر کردی روز منفی داشتی، اصلا نباید کنترل تو از دست بدی، اصلا نباید ناراحت بشی، افسرده بشی، کارو بذاری کنار.
این چیزیه که هست. نو خبر خوش اینه که توی این کار اولین اشتباه آخرین اشتباه نیست. نکته بسیار مهمیه. پس بسیار مهمه که بدونی همه کنترل همه چی دست خودته. تویی که تصمیم میگیری. استراتژی رو داری، لیست اشتباهات الان خودت داری، دوتا اشتباه میگی، لیست اشتباهات تو بنویس. همین در واقع بهترین کاره. از فردا همین کارو نکن. اگه حس میکنی در واقع هیجان زده میشی تو بازار، ساعت تعریف کن، دیسیپلین داشت. اصلا علت این که پی تی ای، حالا شاگردای من اکثر میگن علت اصلی طراحی پی تی ای اینه که به شما دیسیپلین میگه. یک ساعت و نیم دو ساعتی که با من کلاس داری، در واقع تو بازار لایو داره به دیسیپلین میگه. ترید علکی باز نمیکنی. اگه ترید دمو علکی هم باز کنی من بهت میگم، میگم چرا باز کردی، دلیلشو به من بگو. 99 درصد تریدایی که بچه‌ها باز میکنن اشتباهه. در واقع بعدن که حتی بعضا باز میکنن، باز هم نگه میدارن، میان سر کلاس به من میگن من میدونم اشتباهم چیه اما ترید بازه هنوز. میگم خب اگه میدونی باید میبستی. هر لحظه فهمیدی اشتباهه. میگن این ضرب المثل خیلی قشنگه، میگه هر وقت در واقع تیم ماهی از آب بگیری تازه است. هر موقع بفهمی اشتباه، هر جا جلوی ضرر رو بگیری منفعت، هر جا جلوی ضرر تو بگیری بهتره. هر جا شما چون کار ما به همون جوری که قبلا تعریف کردم، کار ما ریسک منیجمنت، ما ریسک رو داریم مدیریت میکنیم، ما داریم ضررا رو کوچیک میکنیم، سودا رو برعکس چیزی که بچه‌ها فکر می‌کنن، ما سودا رو زیاد نمی‌کنیم، ما داریم ضررا رو هی محدود می‌کنیم. چه جوری؟ با دیسیپلین دادن، با اینکه چه تایمی ترید کنیم، با اینکه چه الگویی ببینیم، با اینکه کجا وارد چیم، با چه حجمی وارد چیم، چه تایم فریمی، چه در واقع کارنسی، کی، آیا اخبار باشه یا نه. همه اینا در واقع فاکتورهاییه که به ما کمک می‌کنه ما ریسکمون رو کنترل کنیم، ضررمون رو کم کنیم. پس خیلی مهمه که دیسیپلین داشته باشی، برای خود ترید پلن داشته باشی. اتفاقا هفته پیش ترید پلن گرفتم، خیلی خوب بود اون ترید پلنم. یه سری نکته داشت که در واقع اگه من پیدا کنم میتونم در واقع اون نکته هم صحبت کنم، اما پیداش نمی کنم. الان میخوام در مورد اون نکته. خود اون ترید پلنم یه سری اشتباه داشت، مثل اینکه در واقع تو ترید پلنت نهایتا باید دو تا تایم فریم داشته باشی. یا شما تریدری هستی با توجه به شخصیتت که داری در واقع تایم فریم بلند رو ترید میکنی مثل بالای H1، یا تریدری هستی که داری اسکلپ میکنی یا دی تریدینگ میکنی از MC به پایین. نمیتونی هم اون بالایی، یعنی یه تریدینگ پلن برای من فرستاده بودن، نوشته بود دیلی H4 H1 MC M15، شما 5 تا تایم فریم رو داری کپچر میکنی، اصلا ذهنیتت نمیخوره. بعد تریدی که باز میکنی یکیش یه دو هفته طول میکشه، یکیش یه ساعت طول میکشه. خب این از لحاظ مغزی مقدار دچار مشکل میشی. مغز شما یا اونجوریه که دوست داره به سود سریع برسه مثل من، یا اینکه دوست داره در واقع میتونه صبر کنه، میتونه در واقع روزها صبر کنه معامله بازش. هر کدوم اینا در واقع یه مزایایی داره یه معایبی داره. با تمرینه، با دمو تمرین کردنه که میفهمی مزایاش کدومه، معایبش کدومه، مثلا به شخصیتت میخوره یا نه. برای همین خیلی ها معتقدن روانشناسی تو این حرف اولو میزنه تو این کار. خیلی از تریدرها تو وال استریت میرن پیش روانشناس. خیلی از پلتفرم‌های معاملاتی، شرکت‌های بزرگ معمولا یه گروه سایکولوژیست دارن، روانشناس دارن، که تریدر یه نفر میاد یه تریدر خفن میکنه منفی، میرن علتشو درمیارن، میرن علتشو در میرن که چه چیزی پشت این بوده. حالا شما اونجوری نیست، خودتون به راحتی میتونید به خودتون کمک کنید. کورسای روانشناسی هم هست. نه گفته که حسین علی پرسه تایم فریم یک ساعته رو باید حتما رأس ساعت 4 تا 0 باز کنیم. نه لزومی نداره، تایم فریم دیلیه که آره، تایم فریم دیلیه اونجوریه، اونم بازم ربطی نداره. شاید یه موقعی مثلا بازار برگرده شما در طی روز بتونید سیگنال ببینید. بیشتر از تایم فریم های بالا شما پندینگ اوردر میذارید، نیم ساعت یه ساعت در روز کل 4 تا رو تحلیل میکنید، تایم فریم میدید. خیلی از بچه ها پرسیدن من که میگم در واقع خودم رفتارم دی تریدینگ تره، پس پی تی ای بیشتر معکوس به در واقع استراتژی دوره پیشرفته، معکوس به
تایم فریم های پایین من باید بگم نه، تایم فریم بالا تایم فریم پایین بر اساس پی تی ای یکیه، شما نحوه اپروچتون یکیه، نحوه نگاهتون یکیه، یه چیزو بهتون یاد میده. اما در واقع طی دوره، طی جلساتی که داریم، حالا چه 11 جلسه چه 22 جلسه 11 هفته، در واقع بر اساس تمریناتی که شما دارین، من میتونم بهتون پیشنهاد بدم کدوم تایم فریم براتون مناسب تره ترید کنید و خودتون انتخاب میکنین. حالا خیلی وقت هم شده به این نفر گفتم دیلی رفته M5 ترید کرده، بر اساس تجربه‌ای که من دارم و تمرینی که از شما میبینم، خب میبینم صبرتون چقدر عجولین، مثل من این نیستین، راحت میتونید میشه این فاکتورها رو فهمید. پس بنابراین خیلی مهمه که بچه ها بدونن کنترل داشتن روی ترید یه چیز شاید فنسیه، شاید ساخته ذهنه. الان بازار رو داریم میبینیم، الان چند دقیقه است من دارم صحبت میکنم، بازار چقدر تغییر کرده؟ عملا میتونم بگم هیچ. خیلی بار 5 پیپ، 4 پیپ، 10 پیپ، حتی 100 پیپ هم تو این بازار خیلی حرکتی حساب نمیشه. تازه تایم فریمش هم M15. پس با این در واقع صحبت و وقت خودتون و ذهنیت و اعتماد به نفس خودتون رو پایین نیارید. نگین از لحاظ روانشناسی، اگه شما تریدات منفی میشه، خودت داری کلیک میکنی، خودت داری 4 تا تحلیل میکنی، داری میبینی بر اساس شواهدی داری نتیجه میگیری اینجا بای یا سل بزنی. پس بعدا این میشه اکسکیوز آوردن، این میشه بهانه آوردن، مثل اینکه یه ترید کنی در واقع ضرر باشه، خودت اشتباه کنی، حواست نباشه، بعدا میگی یه نفر مثلا رد شد، صدای ماشین زیاد، صدای ضبطش بلند بود، من در واقع حواسم پرت شد، اشتباه ترید کردم، مثلا نمیدونم چون سرما خورده بودم اشتباه ترید کردم. شما استراتژی یکیه، بارون که میاد استراتژیت فرق نمیکنه، برف میاد استراتژیت فرق نمیکنه، تو چارت های مختلف استراتژیت فرق نمیکنه، تو استاک استراتژی، همه چی استراتژیت یکیه. پس بنابراین به قول معروف take control of your mind، یعنی کنترل مایند خودتون رو به دست بگیرید. این توهمات یه سری ایلوژنه که ذهن شما براتون میسازه که شما کنترل ندارین، شما نمیتونی، شما این کار نیستین. اصلا جید توی این کار نه به های کیو نیاز، نه به آی کیو های نیاز دارین، های آی کیو نیاز دارین، نه به نمیدونم محاسبات قوی، نه به ریاضی، به هیچ چیزی، صرفا به وقت گذاشتن توی مارکت و استفاده از فرصت ها نیاز دارین. فرصت هم تا دلتون بخواد توی این بازار هست. تمام این در واقع مجموعه حرفای من تک تکش توی دوره پی تی ای گفته خواهد شد، یعنی به صورت انفرادی کاملا همه این حرفا که چجوری شما تحلیل کنید، چجوری تایم فریم انتخاب کنیم، از کجا یه پله یه نورده بونه، یه مجموعه است که شما قدم به قدم میرین بالا. برای خودتون هم حالا دوست من میگم پی تی ای در واقع صرفا برای این نیست که تبلیغات کنم، به خاطر اینکه به شما بگم شما میتونید همین روش رو داشته باشین، پیاده سازی کنین با روش های دیگه. یه نردبون در نظر بگیرین، نردبان در نظر بگیرین که یه سری پله داره، پله هاشو باید محکم بذارین، قدمتون رو محکم بردارین، هی پشت سرتون رو نگاه نکنین، میخواین برین به بالا، هدف حرکت به سمت بالاه، اینکه کی میرسی اهمیت نداره، اینکه در واقع چه شلواری پوشیدی اهمیت نداره، اینکه از چه اندیکاتوری استفاده میکنی اهمیت نداره، اینکه مود بلنده کوتاه اهمیت نداره، اینکه در واقع زمستونه و پاییزه، همه هدف رسیدن نیست، هدف طی اون مسیره. خیلی مهمه، خیلی از بچه ها هدف رو رسیدن میدونن، شما برسی اصلا هدفی نداری، معنی نداره، شما به یه هدف، به یه گول زندگی برسی دیگه باید به یه چیز دیگه تعریف کنی. پس بنابراین هدف اصلیتون رو بذارین که حرکت بکنین، به اون سمت حرکت کنین، تصمیم خودتون رو بگیرین واقعا حرکت کنین. همین تصمیم گرفتن دیسیپلینه، همین که مثلا من خیلی ها میشستم ساعت 4 صبح بیدار میشم، ساعت 9 صبح، ساعت 11 شب، هر شب، یعنی شما میتونم بگم زندگیتون کاملا دگرگون خواهد شد. شب زودتر باید بخوابی، از اون شب دیرتر بخوابی، یعنی باید یه برنامه‌ریزی کنی. این برنامه‌ریزی بهت کمک میکنه نه فقط توی این کار، توی هر کاری.
روزی 2 ساعت وقت گذاشتن بر اساس برای یه کاری خیلی سخته. ما هممون درس خوندیم، میدونیم چه جوریه. 2 ساعت خیلی سخته، اما میخوام بهت بگم اگر در حقیقت 1 هفته 21 روز دورشه، میگن 21 روز یه کاری رو انجام بدی اون ملکه ذهنت میشه. البته تو ترک ادیکشن هم همینه، چون خود 21 روز یه کاری انجام بدی بهش معتاد خواهی شد. 21 روز شما صبح زود از خواب بلند بشین، اتوماتیک بعد از اون دیگه فشاری بهتون نمیاد، سخت نیست. 21 روز شما برین ورزش کنین، 22 امین روز بدنتون میطلبه برین ورزش کنین. از امروز برای خودتون 21 روز کاری رو در نظر بگیرین طبق یه برنامه منسجم، یعنی 2 ساعت 3 ساعت، من نمیگم 5-6 ساعت، 2 ساعت 3 ساعت بشینین بازار رو ببینین، بشین نگاه کنین، بر اساس یه استراتژی خاص سعی کنین که در واقع اون رو دنبال کنین. تعداد زیادی ما استراتژی توی دوره ها گفتیم، توی یوتیوب به صورت آنلاین گذاشتیم، فری هم هست. با یکی از اونا احساس راحتی خواهید کرد. ما اندیکاتور دار گفتیم، بدون اندیکاتور گفتیم، تایم فریم بالا گفتیم، تایم فریم پایین هم گفتیم، کلی هم هر هفته داریم مثال میزنیم. الگوها رو گفتیم، کندلستیکا رو گفتیم، نمیدونم خیلی مطالب رو گفتیم، الیوت ویو رو گفتیم، فیبوناچی رو گفتیم، الگوهای قیمتی، هارمونیک، نمیدونم پترنا، دابل تاپ، دابل باتم، همه اینا رو گفتیم، ترند رو گفتیم، رنج رو گفتیم. با یکی از اینا به هر حال شما احساس راحتی میکنین، چیزیه که همه تریدرها میرن امتحان میکنن، ما شسته و رفته با هم این مسیر رو طی کردیم. یکی از اینا رو پیک کنین. اگر فکر میکنین اون استراتژی ها مهم نیست، شرایط دیگه اینه که PTA در اختیارتونه، یعنی خیلی راحت به جای اینکه بشینین در واقع ضرر کنین توی این مارکت، میتونین توی اون در واقع برای خودتون سرمایه گذاری کنین. 21 روز با یه شرط، با یه در واقع استراتژی خاص، با یه برنامه‌ریزی، روزی 2 ساعت در روز وقت بذارین توی این کار فعالیت کنیم. بعد 21 روز با هم نتیجه رو میبینیم. همین الان، همین امروز تصمیم میگیریم، هیچ وقت تصمیم هم فردا نذاریم. 1 ساعت مشخص، ویدیو ساعت هم هست، چه ساعتی بهترین ساعته برای تریدتون، چه ساعتی در واقع بهترین زمانه برای تریدتون با توجه به جغرافیاتون. و بعد 21 روز، 21 روز خیلی زیاد هم نمیشه، میشه 3 روز، میشه 3 هفته، عذرخواهی میکنم، 3 هفته، تا 3 هفته آینده، یعنی وبینار شماره 8 ما، احتمالا شما 21 روزتون تمام شده. این برق و بادم میگذره و اون موقع میتونین بگین که در واقع چقدر موفق بودین. بچه هایی که PTA کار میکنن، با همون PTA بچسبین به PTA. یکی از عمده مسائل اینه که بچه ها میان PTA ریاد میگیرن، بعد میرن چیزهای دیگر امتحان میکنن، مثل اینکه شما یه کاری یاد بگیری، بریم مثلا نمیدونم لباس ورزشی بخری برای بسکتبال، بری ورزش‌های دیگر رو باشه انجام بدی. خب چه کاریه؟ شما آمادگی لازم برای بسکتبالیست شدن رو داری، حداقل امکاناتش رو داری، پس برو تو همون، برو زمین بسکتبال، نرو زمین والیبال، نرو بدمینتون، نرو باش شنا بکن، چون ابزار اون کار نیست. PTA به راحتی ابزار رو در اختیار شما گذاشته، فقط کافی استفاده کنید. اگر نیاز، اگر احساس می‌کنید با هیچ کدوم از اون در واقع استراتژی ها هماهنگ نیستین، همخونی ندارین، میتونین تماس بگیرین، در واقع ایمیل بزنین، کورس رو بردارین. و اون چیزیه که من میتونم تضمین بدم به بچه ها، میتونم بگم اگر طبق اون 100% خودت رو ملزم بدونی، با کمترین تعداد در واقع ترید در ماه، در سال، با کمترین هزینه، با کمترین استرس میتونی سود بگیری. حالا شاید در اوائل با $1000 کارتو شروع کنی، خب بعد میگی سودش در واقع کمتره، اما بعدن میشه $100,000، $10,000، $20,000، خب درصد هم بیشتر میشه چون دقتت میره بالا. پس بنابراین راه هست. اکسکیوز و بهانه و در واقع اینا رو کنار بذاریم، کاملا بپذیریم مشکلات خودمون رو. روزی که شما بپذیرین در واقع مشکل شما چیه، اون روز میرین دنبال راه حل. راه حل هم هست، کورسای یوتیوب، در واقع یوتیوب تا دلتون بخواد. ما استراتژی گفتیم، نقطه ورود، نقطه خروج، پترنا، دیگه محال یه نفر با یکی از اینا اداپت نشه یا نتونه کار بکنه.
خب خیلی وقت دوستان رو هم نمیگیرم، در پایان چند دقیقه وقت میدم، اگه کسی صحبت خاصی داره میتونه بیاد بالا صحبت کنه، اگرم چارت خاصی یه دو سه دقیقه دیگه هم وقت داریم میتونیم صحبت کنیم، اگه نه تا وبینار هفته دیگه میتونیم در واقع قطع کنیم. متشکرم آرسام جان. خب بسیار عالی، پس امیدوارم که هفته آینده جلسه داشته باشیم، اگرم نداشتیم چون بازار تعطیله خیلی چیزی رو از دست نمیدین، بازار دوشنبه هفته آینده روز پرزیدنت دی هست توی ایالات متحده تعطیله، بنابراین شاید نداشته باشیم. من توی گروه تلگرام در واقع به دوستان اطلاع خواهم داد که وبینار داریم یا نه، اگه داشتیم که در خدمتتون هستم، اگه نداشتیم در دو هفته آینده همچنان در واقع وبینارها برگزار خواهد شد. امیدوارم که در واقع هفته کاری خوبی رو داشته باشین، پس تا درودی دیگر، بدرود.